بچه ها سلام امروز میخوام به درس از کتاب Grammar in Use بهتون بگم طبق معمول بچه ها بهتون توصیه میکنم که هر روز بخونید و تا انتهای ویدیو با من همراه باشید بریم شروع کنیم جلد اول از کتاب Grammar in Use درس سی و یکم must mustn't don't need to must یعنی باید mustn't یعنی نباید don't need to یعنی لازم نیست که این درس داره درباره ماست ماسنس و دونت نی تو حرف میزنه بریم قسمت A رو با هم بخونیم توی قسمت A سمت چپ تصویر خانومه میگه It's a fantastic film you must see it. یعنی فیلم فوقلاده یه باید ببینیش توی سمت راست تصویر اول اومده ساختار ماست رو به ما گفته نوشته ماست به علاوه infinitive یعنی ماست بعدش infinitive یا همون مصدر فعل یا شکل ساده فعل میاد توی پرانتز هم چند تا مثال بر ما زده must do must work etc را خب اینجا هم داره میگه بعد ماست شکل ساده فعل میاد زیرش جدول کشیده و توی این جدول باز داره استفاده از ماست به ما نشون میده من همه فائل رو با فعل گو براتون میخونم I must go من باید برم We must go ما باید بریم You must go تو باید بری یا شما باید برید They must go اونا باید برن He must go اون باید بره She must go اون باید بره It must go اون باید بره خب بچه ها قسمت A اینجا تموم شد سفر بکشیم پایین قسمت B رو بخونیم توی قسمت B نوشته I must do something مساویه با I need to do it خب بچه ها اینجا داره معنی must رو به ما میگه خب ما میدونیم must یعنی باید دیگه اینجا نوشته I must do something یعنی من باید یه کار رو انجام بدم مساویه با I need to do it یعنی لازمه که انجامش بدم زیرش چند تا مثال آورده بریم مثالاشو بخونیم توی مثال اولی نوشته I'm very hungry من خیلی گرسنمه I must eat something من باید یه چیزی بخورم توی مثال دومی نوشته it's a fantastic film فیلم فوق العاده ایه you must see it تو باید ببینیش توی مثال سومی نوشته The windows are very dirty یعنی پنجره ها خیلی کسیفن We must clean them یعنی ما باید تمیزشون کنیم خب بچه ها توی هر سه تا مثال دو تا نکته وجود داره دیگه یکی معنی ماسته یعنی باید ما باید یک کاری رو بکنیم و دوم اینکه بعد ماست فعل به شکل ساده اومده خب بچه بریم ادامه رو بخونیم زیرش نوشته For the past Yesterday Last week Etc We use had to بعد جلوش داخل پرانتز نوشته Not must اینجا نوشته برای زمان گذشته مثل دیروز هفته پیش ما از حد تو استفاده میکنیم از ماست استفاده نمیکنیم زیرش دو تو مثال آورده من مثالاشو براتون بخونم توی مثال اولی نوشته I was very hungry من خیلی گرسنه بودم I had to eat something باید یه چیزی میخوردم یا یعنی اینکه مجبور شدم به چیزی بخورم جلشم داخل پرانتز نوشته Not I must eat خب اینجا داره میگه که ما توی این جمله نمیتونیم از must استفاده کنیم بچه دقت کنید had to یعنی مجبور شدن توی مثال دومی نوشته وی هات تو واک هوم لاست نایت یعنی ما دیشب مجبور شدیم پیاده بریم خونه در ور نو باسز یعنی اتوبوسی نبود اتوبوسی وجود نداشت جلوش هم داخل پرانتز نوشته نات وی ماست واک یعنی ما توی این جمله نمیتونیم از ماست استفاده کنیم خب بچه ها که توی این دوتا مثال وجود داشت این بود که توی زمان گذشته ما نمیتونیم از ماست استفاده کنیم و باید به جاش از to استفاده کنیم خب بچه ها قسمت بی هم تموم شد سفر رو بکشیم پایین قسمت سی رو بخونیم توی قسمت C نوشته mustn't مساوی با ماست not به معنی نباید خب بچه ها توی این قسمت میخواد درباره باره صحبت کنه زیرش نوشته I mustn't do something مساویه It is necessary not to do it It is the wrong thing to do خب بچه ها اینجا داره معنی mustn't رو به ما میگه دیگه اینجا گفته من نباید یک کاری رو انجام بدم مساویه با لازم نیست که انجامش بدم کار اشتباهی که انجامش بدم به طور کلی بچه ها mustn't یعنی نباید زیرش چند تا مثال آورده من مثالاشو براتون میخونم توی مثال اولی نوشته I must go من باید برم I mustn't be late من نباید دیرم بشه توی مثال دومی نوشته I mustn't forget to phone Chris میگه من نباید فراموش کنم به کریس زنگ بزنم زیرشم برای توضیح بیشتر نوشته مساویه I must remember to phone her یعنی من باید یادم باشه که بهش زنگ بزنم توی مثال سومی نوشته Be happy خوشحال باش You mustn't be sad تو نباید غمگین باشی هم برای توضیح بیشتر داخل پرانتز نوشته مساویه Don't be sad یعنی غمگین نباش خب اینجا گفته که You mustn't be sad مساویه با همون Don't be sad توی مثال چهارمی هم نوشته You mustn't touch the pictures یعنی تو نباید به عکس و دست بزنی زیرش هم برای توضیح بیشتر نوشته مساویه با Don't touch the pictures یعنی به عکس و دست نزن خب اینجا هم داره به ما میگه که You mustn't touch the pictures مساویه با Don't touch the pictures توی تصویر سمت راستی هم داره همینو میگه دیگه خانمه داره به اون دختر بچه میگه You mustn't touch the pictures. یعنی تو نباید به اکسا دست بزنی خب بچه ها قسمت سی هم تموم شد رو بکشیم پایین قسمت دی رو بخونیم توی قسمت دی نوشته Don't need to یعنی لازم نیست که تو این قسمت میخواد درباره Don't need to حرف بزنه بچه ها. زیرش نوشته I don't need to do something مساویه با It is not necessary خب بچه ها اینجا داره معنی don't need to رو به ما میگه دیگه اینجا میگه لازم نیست کاری بکنی مساوی با ضروری نیست لازم نیست زیرش دو تا مثال آورده که من مثالاشو براتون بخونم توی مثال اولی نوشته I don't need to go yet یعنی هنوز لازم نیست که برم I can stay a little longer یعنی یه کوچولو بیشتر میتونم بمونم توی مثال دومی نوشته You don't need to shout یعنی لازم نیست که داد بزنی I can hear you okay یعنی میتونم بشنومت okay زیرش نوشته You can also say don't have to یعنی شما همچنین میتونید بگید don't have to یعنی به جای don't need to میتونید بگید don't have to خب بچه ها have to یعنی باید یا مجبور بودن don't have to یعنی نباید یا مجبور نبودن یه مثالم زیرش آورده من براتون بخونم I don't have to go yet یعنی من هنوز مجبور نیستم برم I can stay a little longer یعنی یک کوچولو بیشتر میتونم بمونم خب بچه ها زیرش هم نوشته کمپر don't need to and mustn't خب بچه ها کمپر یعنی مقایسه کردن دیگه اینجا داره میگه don't need to و mustn't رو با هم مقایسه کنیم دوتا مثال رو ورده من مثالاشو براتون بخونم توی مثال اولی نوشته you don't need to go یعنی لازم نیست که بری you can stay here if you want اگه بخوای میتونی بمونی توی مثال دومی گفته you mustn't go یعنی نباید بری you must stay here یعنی باید اینجا بمونی خب بچه ها تفاوتشون هم کاملا مشخصه دیگه توی مثال اولی که از don't need تو استفاده میکنه و میگه لازم نیست که بری اگه بخوای میتونی بمونی ببینید اجباری نیست جبری نیست انتخاب وجود داره ولی توی مثال دومی که از ماسنت استفاده میکنه میگه تو نباید بری تو باید اینجا بمونی جبر وجود داره بنابراین وقتی از ماست must یا ماسنت استفاده میکنیم یعنی داریم دستور میدیم توش جبر وجود داره خب بچه ها بریم یه خلاصه ای از درس امروز بهتون بگم توی قسمت ای اومد در مورد ماست صحبت کرد و ساختار ماست به ما گفت به ما گفتش که بعد ماست فعل به شکل ساده میاد توی قسمت B اومد معنی ماست رو به ما گفت و چند تا مثالم با ماست بر ما زد و در ادامهش هم به ما گفتش که توی زمان گذشته ما نمیتونیم از ماست استفاده کنیم و به جاش باید از حد تو استفاده کنیم توی قسمت C اومد درباره ماسنت صحبت کرد و معنی ماسنتو به ما گفت و چند تا مثالاً با ماسنت بر ما زد توی قسمت دی هم اومد درباره دونت تو صحبت کرد معنیشو به ما گفت چند تا مثال زد در ادامهش هم به ما گفتش که میتونید به جای don't need to از don't have to استفاده کنید و در آخر هم اومد don't need to رو با ماسنت مقایسه کرد که به ما گفتش که توی don't need to اجبار وجود نداره ولی توی ماسنت اجبار وجود داره خب بچه ها اینم از ویدیو امروز امیدوارم که دوستش داشته باشید یه ویدیو هم اینجا براتون میذارم که حتما تماشا کنید مرسی که تا این لحظه با من بودید ممنون ازتون روزتون بخیر خدا نگهدار